مفتی. چند تا کارمند دارید آقای شریف؟ 50 تا. 50 تا توی هیئت فوتبال. حالا یه بحثی که مطرح میشه، خیلی هم از شما سوال زیاد میشه، حساسیت برانگیزه است. الان شما گفتید که سامانه یوزر پسش فقط دست معراج پسرتون هست، درسته؟ آقا معراج خب یه سمت‌های مختلف و زیادی دارن توی هیئت فوتبال، این فشار رو شما زیاد نکرده؟ هی ازتون سوال نمیپرسن که چرا اینطوری هست؟ ببینید ایشون با توجه به توانایی‌هایی که داره، مثلا فرض کنید که بحث تخصصی سامانه یا همون کامپیوتر رو بسیار مسلط است. تقویم ورزشی رو کمیته مسابقات میده به ایشون، آقای کامیانی تنظیم میکنه. بحث جرائم و بحث‌های مباحث مختلفی که هست رو از طریق این سامانه داره انجام میشه. ایشون دوره‌های مختلف مدیریت در فوتبال، داوری و مربیگری رو طی کرده. به نظر من توانمندیش طوری هستش که آقای میساقی عزیز، این جوانی که حالا درست پسر من هست اما داره کار 4 نفره بر من انجام میده، درست؟ و ما اگر ببینیم واقعا افراد دیگه ای رو، من تو این سالیان واقعا افراد اومدن حتی توانایی یک تایپ مینوت نامه رو نداره برای من. این فردی که برای من به راحتی نامه ها رو میشینه مینوت میگیره و چندین کار رو انجام میده، به نظر من کارش میتونه که خوب تلقی بشه از نظر حالا جناب علی یا رسانه‌های عزیز و کمک دست من هست. از همه مهمتر علاوه بر تجربهش، اون اعتمادی هست که بنده بهشون دارم. واقعا تو این مدت یک مورد هم نشده که من بیام چیکار کنم بهش از نظر مالی بتونم ایراد بگیرم. و حتی اگر مثلا ایشون مدیر ویژن هم هستن؟ بله. بعد مسئول کمیته فنی مسابقات هم هستن؟ نه. مدیر رسانه ای فوتبال هم هستن؟ اون که در واقع ببینید در رابطه برگزاری مسابقات نه، هستن یا نه؟ هستن. مدیر امور اداری هم هستن؟ اداری هستن. مسئول چینش ناظران هم هستن؟ نه، آقای تاجیک میچینن. آقای دکتر استاف. مسئول سامانه نقل و انتقالات هم هستن؟ نه. ببینید کارهای واگذاری رو در واقع میان تیم ها. من خب میگم یعنی به جای 2-3 نفر کار نمیکنه، به جای 7-8 نفر بنده خدا. بله، چندی نفر کار میکنه. یعنی حتی من دیدم اسامیرم تو این آیتم بود که ایشون میخوان تو استادیوم آزادی، یعنی به جای 9 نفر طرف. بله، طرف مثلا مشکل بیماری داشته، بنده خدا میگه آقا معراج مثلا فرض کن که اعلام اسامی هم بکن. این واقعا شما نیا کنید یه کسی که بتونه 7-8 کار رو انجام بده، آیا اعضای دست شما سه نیست؟ نه درسته. خب بقیه از خانوادهتون که میگن کار میکنه شما تایید میکنی؟ ببینید من مجوز معراج از رئیس فدراسیون بخت گرفتم، خوشبختانه از همون موقع هم اومده و کارهای خودش رو نشون داده. در رابطه با فدراسیون فوتبال هم سرویس های بسیار خوبی رو در تدریس کلاس ها داشته، یا بحث مترجمی عزیزانی که از فیفا اومدن یا AFC اومدن رو عهده داشت. بقیه از خانواده رو عرض کردم. ببینید اگر اونا دیگه شما برادر همسرتون آقای خوشبخت باهاتون همکاری میکنن؟ نه، توی فوتبال نه. نیست، یه ناظرت بازیاتون نیستن؟ ناظر که ببینید هر کسی که در واقع من یه فامیل من شد دیگه نباید بیاد هیچ کنه در واقع کاری انجام بده. نه، 100% میگم آقا تشکر. یعنی من فردی داشتم قبل از من آقای میساقی توی هیئت فوتبال همکاری داشته. وقتی من اومد مسئولیت گرفتم اتفاقا این فرد ادامه همکاریشو داشت و بعد قطع همکاری شد. درست. یعنی برای ما کار ملاک مهم هست. اونجا برادر همسرتون ناظر بازی هستن؟ در گذشته هم مسئول اداری انضباطی بودن؟ نه. درست. ناظر هم نیستن؟ ناظر هستن. ناظر گفتن. هستن. بعد خواهر محترمتون هم چی؟ تو تیم پزشکی هستن؟ ببینید این مباحث دیگه که میگید آقای میساقی عزیز، به هر حال مواردی که اشاره میکنید اینها باید رسما توی هیئت فوتبال مشغول باشن. متوجه این؟ افراد ممکنه خب با توجه به تخصص و تجربه‌ای که دارن برن با فدراسیون فوتبال همکاری کنن. درست. پس ایشون که دارن کار میکنن، سکو خانم شیرازی دختر محترمتون هم باز تو تیم پزشکی دارن کار میکنن؟ نه. آقای مقدم دامادتون هم فکر کنم تو تیم ایشون نیستن اصلا؟ پس آخه یه سری عکس و تصاویرشون هست که دارن تو تیم پزشکی. شما ببینید وضعیت کنونی اصلا، شما برید به این چند سال اخیر آیا کدوم یکی از اینها مشغول هستن؟ من اینها رو قبول ندارم. ندارید. پس اعضای خود دیگه اعضای خانوادهتون همکاری ندارن با هیئت فوتبال. پس آقای ملک احمد هم که با جان آقا برادرتون هستن، ایشون هم تو کمیته انضباطی نیستن. ببین آقای ملک احمد به عنوان کسی که حدود چندین سال رئیس کمیته انضباطی ما بودن، خب شما دوست همکلاسی من بوده از دوران ابتدایی. خب آیا این فرد رو شما نمیتونید بیارید به عنوان کسی که هم حقوق خونده و هم وکیل
برجسته‌ای هست ازش استفاده کنید؟ یعنی این اعضای خانوادتون یا فامیلتون که تو تیم پزشکی هستن شما تایید نمی‌کنین؟ هم خواهرم دختر من اصلا به هیچ وجه دختر من. ببینید شما مستندات بیارید، آخه کسی که همکاری میکنه باید که یه عددی دریافت کنه، عددی دریافت کنه، تمام اینها هستش دیگه. شما خواهش میکنم که بیا توی فوتبال، اسناد پرداختی ما به افراد وجود داره. اگر که دختر من داماد من بود رو بررسی کنید، ما در خدمت هستیم. آقای شوهر خواهرتون هم که راجبش صحبت کردیم، آقای ملک احمد باجان، آقا برادرتون هم هستن، گفتین ربطی به فامیلی با شما نداره، از قبل تشریف داشتن؟ بله اینو گفتم که بودن تو هیئت فوتبال. ایشون در واقع ببینید از زمان بچگی که هم کلاسی تو هم کلاسی بودن. چه ربطی داره اصلا به اینکه شما نمیخوام بگم بیزاره تعداد، مثلا تعداد آشناهاتون زیاد نیست تو هیئت فوتبال یا طبیعیه؟ شما ببینید بحث معراج و پسر منو فقط اون با... نه اون که صحبت کردیم راجبش، گفتین توانایی به طور رسمی من تکذیب میکنم، هیچ کدوم نیستن، هیچ کدوم نیستن، فقط معراج رو تایید میکنید که 8 تا کارم داره تکی انجام میده که فرمودید هم ویژن آسیا ویژن هست هم اداری و کارش. بسیار عالی. اینم چون حساسیت داشت برای بیننده هامون، با توجه به اینکه توی لیستای مختلف بازی هم هستن، پسرشون هم تشریف دارن و اقوام مختلف، گفتیم که راجبش سوال هست و نکته هستش که راجبش صحبت بکنیم.